نازنینم، شیرزن ایرانیم، ای مرد دلیر ایران زمین، مبادا فریب بخوریم، به یاد داشته باشیم که همکنون اربابان خارجی حکومت اسلامی به همراه بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و رسانه‌های مزدور و دست نشانده حکومت اسلامی در لس آنجلس و در دیگر نقاط و سایر کشورهای ابرقدرت با استفاده از نفوذ و دلارهای میلیونی حکومت اسلامی سعی شدید و فراوانی رو دارن میکنند که رژیم جنایتکار، رژیم دست نشانده، رژیم اشغالگر فاشیستی دینی و تروریست پرور اسلامی رو به هر پلیتیکی که شده به نام خمینی، به نام خامنه ای و چه به نام اشخاصی مانند موسوی، خاتمی، کروبی، سانعی، گنجی، سازگارا، شیرین عبادی و طول سکهای دیگری نظیر اینها حفظش کنند. برای ملت من، برای هموطنان ایرانی من به وضوح مشخصه که ادامه رژیم اشغالگر و خونریز اسلامی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر پلیتیکری هم برای کشورهای ابرقدرت پرمنفعت‌تر از اینه که برچیده بشه، سرنگون بشه، چون با تازیانه خرافه و خرافه گرایی به چپاول مملکت ما، ریختن میلیاردها دلار سرمایه های ملی ما به جیب کشورهای نظیر انگلستان و فرانسه، اروپا، در به طور کلی چین و شوروی و کشورهای دیگره. ولی این تنها دلیلی نیست که کشورهای ابرقدرت و رسانه‌های نظیر بی بی سی و صدای آمریکا و تولستک‌های رسانه‌دار لس آنجلسی در صدد نگاه داشتن جمهوری جهل و جنون و خون اسلامی هستند. دلیل اضطراری تری برایشان وجود دارد و آن دلیل اضطراری تر اینه که کشورهای ابرقدرت به خوبی میدونند که اولا با ادامه رژیم قرون وسطایی اسلامی به نامهای نامبرده بالا، ولو اینکه این افراد هم از مهره های جنایتکار این رژیم باشند، این افراد دائم نخواهند ماند و ظرف چند سال کوتاهی با نفوذ به سادگی میتونن وضع مملکت رو حتی از 31 سال گذشته بسیار بدتر و وخیمتر و دومن کشورهای ابرقدرت واهمه و نگرانی شدیدی دارند که اگر رژیم قرون وسطایی و خونریز اسلامی برود دیگر امکان نخواهد داشت که همانند توطئه و بلوا و شورش 57 و کودتای گوادالوپی بتونن دوباره کلاه دیگری، کلاه گشادی بر سر ملت ایران بگذارن و منحرفشون کنن. چرا که در سال 57 ایرانیان از 31 سال اخیر به این بر تجربه کافی، تجربه‌ای و اندازه سلول‌های تنشون کسب کردند و زیر بار حقه های کشورهای ابرقدرت دیگر نخواهند رفت و دیگر فریب قابریزان سیاسی و مهره های درون و برون رژیم را نخواهند خورد. لذا اربابان خارجی و سایر کشورهای ابرقدرتی درجه 1 و 2، بی بی سی و صدای آمریکا در صددند تا با استفاده از طول سکایی که هر شب در این برنامه نامشون رو میبرم مردم رو فریب بدند که بشه به جمهوری جهل و جنون و خون اسلامی، مثلا با موسوی ها و خاتمی ها به رهبری رفسنجانی، کروبی و نمیدونم این عمل اکله های برون مرزیشون به ادامه حیات این خون ریزان ادامه بدن. لذا بایستی به یاد داشته باشیم که تنها رسانه‌ای که داره به شما حقیقت رو میگه، به شما بعد از 31 سال آگاهی میده، 22 بهمن روز جنبش
ملی مردمی ایران برای براندازی جمهوری اسلامی است، نه اون چیزی که بی بی سی و وایس آف امریکا و طول سکای الشغرال اوستی و نمیدونم گنجی و سازگارا و ایکس و ایگرگ و این و اون در این رادیو تلویزیون میگوید. 22 بهمن روز جنبش سبز نیست، 22 بهمن روز انقلاب ملی مردمی ایران برای براندازی جمهوری کثافت اسلامی است. موضوع جنبش سبز شورای امنیت ملی حکومت اسلامی که یک ماه بیشتر طول نکشید، 7 ماه پیش کنار گذاشته شد و آن زمان بود که جنبش ملی ملت ایران یعنی انقلاب مردمی برای رهایی از رژیم دست نشانده و اشغالگر اسلامی و ایجاد یک حکومت ایرانی و سکولار تبدیل شد. افرادی مثل خامنه‌ای، موسوی، خاتمی، کروبی، صانعی، گنجی، سازگارا، شیرین عبادی در رأس گروه به اصطلاح اصلاح طلب، رفسنجانی و امثال اینها فقط چند نفری در میان جمعیت عظیم ایرانند که خواسته خودشون رو دارن و اون خواسته حفظ و بقای جمهوری اسلامی با جابجایی مهره هاست. همانطوری که این جمعیت عظیم خواسته، همانطوری که جمعیت عظیم ملت ایران خواسته متفاوت خودشون رو دارن و خواسته نهایی و قایی ملت ایران سرنگون کردن رژیم دست نشانده، خودکامه و جنایتکار اسلامی است. بنابراین آنچه که مهمه و فقط و فقط و فقط از رادیو تلویزیون آریامر از سنگر ملی مردمی ایران زمین به گوش شما میرسه، به دید شما میرسه، این چند نفر نام برده در خارج از کشور، نوریزاده ها و امثال ها و تلویزیون های مابسته، خواستشون اصلا برای ملت ایران مهم نیست، بلکه آنچه که مهمه ملت شریف ایران با رهبری خودش اعلام استقلال آزادی حکومت ایرانی رو میکنه که از دست رژیم اسلامی که عرب اشغالگری بیشتر ایران نیست رهایی پیدا کنه و با ایجاد یک دولت موقت غیر اسلامی سکولار و ایجاد رفراندوم عمومی بعد از سرنگونی رژیم در کلیت و تمامیتش با آزادی به رژیم سکولار آینده دلخواه خودش رأی بده. روز 22 بهمن روز استقلال آزادی حکومت ایرانی و روز برافراشتن پرچم شیر و خورشید سرنگ ایران به پیش است. هموطنانم، هموطنان نازنینم، خواهش میکنم بدانید که روز 22 بهمن جنبش سبز موسوی و کروبی و دلارهای دزدیده شده رفسنجانی و طول سکای بی بی سی و وایس آف امریکا و این حرامیان نیست. 22 بهمن روز استقلال و آزادی ایران کلنگش زده خواهد شد. این عکسی که من میبینم، وای عجب ابرمردی. هموطنم، من رضا شاه کبیر رو با تمام ارادت و عشقی که به کوروش بزرگ دارم، اما این مرد به اهورامزدای ایران خون توی رگهای من و خون توی رگهای هزاران ایرانی است که به شرف و بالندگی این مرد که ایران رو، ایران نوین رو ساخت، بهش میبالند و ما عاشقانه فریاد جاوید رضا شاه بزرگ رو همواره سر دادیم و سر خواهیم داد. درود به روان پاک آریامهر بزرگ، ایران پدرم، و درود به ملتی که هر روز در هر کجای ایران میگن خدا بیامرزتش، نور بخب.